سلام میدم به شما بینندگان عزیز تلویزیون برابری و برنامه گفتگوهای سیاسی هفته. با ابراهیم آوخ هستیم و نگاهی میکنیم به تحولات منطقه ما. درود بر شما ابراهیم عزیز. درود بر تو علی جان و همچنین درود بر بینندگان گرامی. مذاکرات برجام و مسئله گفتگوهای ایالات متحده آمریکا و ایران و قدرت‌های دیگر در بستر بازگشت ایالات متحده به مسئله برجام تا حد زیادی در منطقه ما با عکس العمل‌های منطقه‌ای گسترده‌ای روبروست، خصوصاً سعودی ها و اسرائیلی ها و اماراتی ها مخالف برداشته شدن تحریم های جهانی علیه رژیم جمهوری اسلامی هستند و تا حد زیادی همچنان مسائل مربوط به یمن، عراق، سوریه، لبنان، مسئله امنیت منطقه‌ای و مسئله چگونگی در واقع حوزه نفوذ در میان قدرت‌های منطقه‌ای به شکل بسیار بسیار مهمی برای هر کدام از دولت‌های منطقه است. از طرفی دولت ترکیه است با حضور نظامی خودش در شمال عراق و شمال سوریه و نفوذی که تا در واقع لیبی میشه گفت جریان داره و ما شاهد حضور مستقیم نظامی و سیاسی و اقتصادی رژیم اردوغان در شمال ایران، در جمهوری آذربایجان، جمهوری های سابق اتحاد شوروی هستیم تا کشورهای منطقه. از طرف دیگه سعودی ها و اماراتی ها هم در حوزه استخراج و صدور نفت و نفوذش در منطقه و هم در ارتباط با حوزه امنیتی منافع بسیار مشترکی رو با دولت اسرائیل در واقع پی میگیرن. دشمنی های قدیمی کنار زده میشه و رابطه های مخفی بین دولت های خلیج و سعودی ها و رابطه علنی مصر با هر دو طرف ماجرا به گونه صفوندی های تازه ای رو آشکار میکنه. صفوندی هایی که امروز دیگه میشه گفت در مانورهای نظامی، در مذاکرات مستقیم و حضور وزرای خارجه بحرین، امارات و مصر در اسرائیل، رابطه های مشترک اسرائیل با اردن، مصر و سعودی ها از طرفی که خودش رو نشون میده. اینها تا حد زیادی خطرات بسیار گسترده‌ای رو برای امنیت ایران به مساوی کشور هم در بر داره و هم به گونه فضای دیگری رو در منطقه ایجاد میکنه. به عنوان آخرین موضوع باید بگم که حتی نه فقط دعوای ایران با امارات و قطر بر سر مسئله گاز در استخراج گاز هست، اینک کویتی ها و سعودی ها هم در واقع وارد این دعوا بر سر مخازن مشترک نهفته در خلیج فارس هستند با ایران و حتی خودشون رو صاحبش میدونن. شما چگونه میبینید این صفبندی ها را؟ چه خطراتی فکر میکنید ائتلاف و اتحاد میشه گفت استراتژیک سعودی ها، اماراتی ها و بحرینی ها و قطری ها با مصر و اسرائیل و اردن میتونه داشته باشه در منطقه ما در تحکیم یک ارتجاع بسیار سیاهی که تولید کننده داعش و القاعده و جریانات بسیار وحشتناک اسلامی در منطقه ما هستند و جنگ‌های بزرگی که
در سوریه، در عراق، در یمن و حتی در لیبی سامان دادن این ارتجاع، و میشه گفت که اساساً مخالف منافع مردمان منطقه ما و خصوصا فلسطینی است که همه اخبار و همه مسائل درباره آن به پشت پرده سانسور و سکوت کشنده شده. بله، عرض کنم حضورتون مسئله منطقه خاورمیانه سالهاست که همواره در حال تحول و تغییرات جدی هست. ائتلاف‌های گسترده‌ای که در اینجا اونجا صورت میگیره که مرتب ما شاهدش هستیم. یادمه که چندین بار من اینو تکرار کردم، یاسر عرفات همیشه میگفت که خاورمیانه سرزمین شنهای روانه و در سیاست هم دقیقا همینطوره. جابجایی در منطقه همواره صورت گرفته و الان به طور ویژه خیلی چشمگیر بوده، به ویژه در هفته که گذشت. همطور که اشاره کردید در رابطه با برجام، اسرائیل و کشورهای عربی منطقه مسئله دار هستند. اساس مسئله دار بودنشون هم از این ناشی میشه، از عملکرد جمهوری اسلامی در منطقه. اینها در واقع باعث شد که عملکرد جمهوری اسلامی عدم اعتماد جدی پیدا بکنن این کشورها در رابطه با ایران. و از طرف دیگه، از اونجایی که آمریکا پس از جریان افغانستان با سیاست جدیدی که اتخاذ کرده در رابطه با جنوب شرق آسیا، بی‌اعتمادی این کشورها کلاً به آمریکا بیشتر شده. بنابراین از حالا فکر این هستن که الان هم که آمریکا داره با ایران در به قول معروف شاهراه برجام به جلو میره، علی‌رغم تمام افت و خیزهاش، ولی حتی آخرین صحبتی هم که امروز کردن باز هم در حال پیشروی هستن. به هر حال آمریکا میخواد برای کنترل نیروی اتمی ایران برجام و هر طور شده متحقق بکنه. اینها اما اینو میترسن که خب ایران اگر دست بالش باز بشه، اگر پولی در دستش قرار بگیره، اگر مجددن نیروهای نیابتشو به جریان بندازه تو منطقه، تکلیف اینها چیست؟ همین مسائل هست، همین بی‌اعتمادی ها هست که موقعی که بایدن تماس میگیره، تلفن میکنه با عربستان و ابوظبی، هیچ کدوم پاسخ نمیدن، عقب میندازن برای که بتونن تولید نفت بالا ببرن، سر صحبت رو باز نمیکنن، هرچند که آمریکا بعد از این جریان سعی کرد که گام جدیدتری برداره. بنابراین آمریکا اومده در این رابطه به یه سیاست جدیدی پیش بره که اعتماد اینام در این حال به سمت خودش جلب بکنه. به اصطلاح سیاست جدیدش چیه؟ سیاست جدیدش اینه که درست مثل زمانی که انگلیس از منطقه خاورمیانه خارج میشد، پس از جنگ ویتنام بود، شعار به اصطلاح این بود که در هر منطقه یک نیرو به عنوان نیروی اصلی، به عنوان ژاندارم منطقه بسیج بکنن، مسلط بکنن بر منطقه و بتونه اون وظایفی که قبلا آمریکا و انگلیس و غیر ذالک انجام میدن اون انجام بده. که اگه یادتون باشه در دوره شاه، دوره تو خاورمیانه رژیم شاه این کار میکرد، این مسئله پیش میورد. الان به نظر میرسه که این وظیفه رو به اسرائیل سپرده شده. اسرائیل با توجه به تمام تکنولوژی هایی که داره، با توجه به تکنیک دفاعی که داره، اون گنبد آهنین و فلانی حرفا، که میتونه کشورهای عربی و شیخ نشین ها رو کاملا زیر پوشش خودش قرار بده در این رابطه، از یک طرف. از طرف دیگه خب به هر حال مورد اتکا و مورد اعتماد آمریکاست در منطقه، پایگاه تاریخی غرب بوده تو منطقه، بنابراین رو این تکیه میکنن. میاد یک ائتلافی اینجا ایجاد میشه. این ائتلاف بی پایه نیست، پایش از قبل بوده، هرچقدر که این ائتلاف از بحرین و امارات و مصر و مراکش و اسرائیل انجام شده با همکاری آمریکا، اما این تازگی نداره، از قبل در واقع زمینش آماده بوده. این قرارداد اگر یک به اصطلاح نگاه کوتاهی به گذشته بکنیم، می‌بینیم که
در مصر برای اولین بار در سال 1979 در قرارداد صلح بست. منتها از اون موقع تا به این زمان هیچ تحرک صلحی ایجاد نشد، جز گاهی مثلا مذاکره، گاهی برن تو پارلمان صحبت بکنن، همینو و سلام. و یا مثلا اردن در سال 1994 این کار رو انجام داد، پس از قرارداد اسلو. قرارداد اسلو سال 93 بود. یعنی این نشست ها ادامه دار، این قرارداد صلح یعنی شکستن محاصره اسرائیل از طریق کشورهای عربی با این قراردادهای صلح مصر و اسرائیل، اردن و اسرائیل، قرارداد اسلو فلان، تا حدی شکسته شد اما حل نشد. مثلا همون موقع اینقدر به اصطلاح جو جهان عرب و منطقه خاورمیانه بالا بود که مصر از اتحادیه عرب خارجش کردن، بیرونش کردن. مثلا مصر که بزرگترین کشور اتحادیه عرب بود، بیرونش کردن. اما الان ورق به صورت دیگه برگشته. یعنی بزرگترین خدمتی که اگه بخوایم ببینیم کی به اسرائیل کرد، جمهوری اسلامی بود در طول به صلاح حیات خودش، و واقعا برخلاف اون چیزی که همواره شعار داد به نفع جنبش فلسطین، علیه جنبش فلسطین عمل کرد داشت. الان داریم به عینه میبینیم. از پارسال که قرارداد صلح ابراهیم به اصطلاح در سپتامبر دو سال قبل، در واقع از سپتامبر 2020 که بین اسرائیل و بحرین و امارات با حضور ترامپ قرارداد ابراهیم امضا شد و بعدش مراکش و سودان به این پیوستن، زمینه را فراهم کرد برای نشست نقب که الان انجام شد، یعنی هفته گذشته، سه شنبه و چهارشنبه گذشته. برای این کار از قبل باز تدارک بیشتری دیده شد، مثلا اینکه اسرائیل در فرماندهی سنتکام قرار گرفت. دفتر فرماندهی اسرائیل در بحرین در فرماندهی سنتکام اونجا قرار داره، حضور داره اصلا اونجا. نشست های پی در پی که وجود داشت، مانور های نظامی پی در پی که وجود داشت بین عربستان و اسرائیل و آمریکا و اینا، همه اینا زمینه ساز این قضیه بود که یک نیروی بتونه این جای خالی آمریکا رو پر بکنه. الان این کاری که کردن اینا در صحرای نقب، این نشست، نگاه بکنه، از یک طرف پولهای شیوخ هست، تکنولوژی اسرائیل هست و نیروی نظامی مصر، یک ترکیب اینطوری اینا درست کردن. و مسئله اما اینجاست که چرا بعضی از کشورهای عربی شرکت نکردن؟ چرا اردن شرکت نکرد؟ اردن که در سال 1994 قرارداد صلح بست، چرا در این جریان شرکت نکردن؟ علتش خیلی روشنه و بی خود نیست که تمام فلسطینی ها، حتی محمود عباس و امثالهم، به شدت در مقابل این نشست موضع گیری کردن، در که خودشون میرن با رئیس سازمان امنیت اسرائیل هم میشینن، گفتگو میکنن، مسائلش رو حل میکنن، خودشون اصلا یک پای قضیه سرکوب شدن، سرکوب مردم فلسطین شدن در واقع. اما به شدت با این مخالفت میکنن. چرا؟ چون بر اساس همون قرارداد اسلو، صحرای نقب به دولت، حداقل بخش مهمیش به دولتی که قرار دولت فلسطینی باشه تعلق داره. علت حضور این چهار کشور عربی در اونجا، در واقع عملا اینو به رسمیت شناختن که این صحرا مال اسرائیل هست، نه مال فلسطینی ها. اما اردن اینو نمیتونه قبول بکنه، چون در قرارداد به دو دلیل، یکی که اصلا خود اردن را مرز اردن هست و مسائل در این رابطه مطرح هست براش از یک طرف، از طرف دیگه نیروی فلسطینی که در درون اردن هست به عنوان، نمیخواد به عنوان یک نیروی ناراضی به شدت علیه خودش رو بسیج بکنه. بنابراین هرگز تو این شرکت نمیکنه، خودش رو همراه با فلسطینی ها نشون میده. عربستان شرکت نکرد، اما عربستان پول و پشتوانه این حرکت هست، به دلایل خاصی که عربستان داره در رابطه با مکه و مدینه و خودش به قول معروف به عنوان مرکز اسلام
ام القرای اصلی اسلام قرمداد میکنه، نمیتونه شرکت بکنه و این مسئله رو به رسمیت بشناسه که صحرای نقب مال اسرائیله. کاری که اینا کردن در واقع بی خود نبود، که حتی محمود عباس گفت اینا دارن خیانت میکنن مردم فلسطین. یکی از راه‌هایی که به این جا خط شد این که اگه یادتون باشه سال گذشته مسئله معامله قرنی که ترامپ مطرح کرد، دو سال قبل، معامله قرنی که مطرح کردن، به اون معامله قرن شکست خورد. پس از شکست اینا دچار مشکلات جدی شدن و بی خود نیست که در این مقطع یک مرتبه یک موج عملیات تروریستی در اسرائیل، عملیات مسلحانه در اسرائیل صورت میگیره. درست همزمان با نشست نقب ما میدونیم که چیه، خورد درست به روز زمین 30 مارس، زمانی که سالها قبل 21 هزار کیلومتر زمین فلسطینی را اسرائیل مصادره کرد و سراسر فلسطین به تظاهرات کشته شد و هر سالم امسال هر سالم به یاد اون روز به عنوان روز زمین تظاهرات گسترده صورت میگیره. این عملیات همزمان با روز زمین بود، همزمان با ماه رمضان بود، همزمان با عید فصح و یهودیان بود. خب و این وضعیت در صحرای نقب هم اتفاق افتاده. بنابراین وقتی که این عملیات مسلحانه در سرزمین‌های فلسطینی، در سرزمین‌های اسرائیل انجام میشه، نشون دهنده به اصطلاح وضعیت جدیدی که در خاورمیانه وجود میاد. یعنی مسئله زخم تاریخی خاورمیانه که همون حل نشدن مسئله اسرائیل هست، اینجا خودش نشون میده. از این نشست هم که صورت میگیره، این نشست ها مسئله فلسطین رو که حل نخواهد کرد، اما با هدف مقابله با خطر ایران الان انجام میشه. یعنی اسرائیل خب دو وجه رو میزنه، هم میخواد صحرای نقب رو به رسمیت بشناسه برای خودش با حضور اینا، شرکت اینا در جایی که بن گوریان بنیانگذار اسرائیل اونجا دفن هست، همونجا میره این تو اون کیوسک این مراسم رو اجرا میکنه، این برنامه رو اجرا میکنه، این نشست رو اجرا میکنن. همین که یک ائتلاف نظامی جدیدی که معروف شده به ناتو عربی اسرائیلی در منطقه علیه ایران انجام میشه. اینجاست که میبینیم یک وضعیت جدیدی اتفاق افتاده. احتمال قوی در این رابطه کشورهای دیگر عربی هم به این اتحاد میپیوندن. قطعا سودان و اینا که قبلا رابطه صلح‌آمیز پیدا کردن و با قرارداد ابراهیم همراه شدن، به این هم خواهند پیوست. این مسئله ای که به نظرم بسیار مهمه و شاید بگیم که یکی از مهمترین مسائلی که وجود داره الان در این رابطه همین مسئله، چون حتی کویت، البته کویت توی این وضعیت بین اردن و عربستان و کویت اینا که شرکتن، کویت یه موضع مستقلی گرفته، ظاهر امر از موضع ناسیونالیسم عرب حرکت کرده با انتقاداتی که به این حرکت داشته، به این وضعیت داشته و اینا. به هر صورت این مسئله بسیار مهمیه که توی منطقه اتفاق افتاده و پیامدهایی داره، همینطور که قرارداد صلح ابراهیم پیامدهاش این بود و این بسیار نشست برای بعد از برجام و بعد از برجام در واقع اسرائیل با این امکاناتی که در اختیار داره، با این همراهی‌هایی که در داره، احتمال اینکه قدر قدرت منطقه بشه هست. گفتم چون خودش نیروی لازم نداره، نیروشو مصر هست، پولش هم که کشورهای منطقه خلیج هست. خود این جریان، این ما از جریان در واقع قرارداد به اصطلاح صلح ابراهیم متتاس میگذره. ظاهرا چیزی نبود، اما تا حد زیادی ما شاهد بودیم که حضور اسرائیلی ها در خلیج فارس ممکن شد. روابط امنیتی گسترده و علنی اسرائیل با امارات و بحرین و
کشورهای خلیج در واقع گسترش پیدا کرد و الان هم که دیگه برای اولین بار چند تا از وزرای خارجی کشورهای خلیج و مصر رفتن اسرائیل، اونجا مذاکرات رو سامان دادن، یک فضای دیگری توی منطقه هست. این در شرایطیه که همچنان جنگ یمن ادامه داره و سکوت جهان هم در اقبال هست، حملات گسترده ائتلاف سعودی اماراتی علیه مردم یمن با بمباران‌های وحشیانه ادامه داره و میلیون‌ها انسانی که در اثر جنگ و طاعون و گرسنگی و اینها در حال مرگن و در این حال ما شاهد عکس‌العمل‌های حوثی‌ها هستیم و حملاتی که اونها در واقع می‌کنن به مناطق نفتی و مناطق مختلف سعودی و خودش تا حد زیادی یک سری در واقع تهدیدها رو به وجود آورده. تو این شرایط ما شاهدیم که یک کنفرانس به اصطلاح یمنی بدون حضور حوثی ها تشکیل میشه که بتونن سریعتر مسئله یمن رو جمع جور کنن و این از اون برم ما شاهد حضور بشار اسد هستیم در امارات و میره و در واقع بعد از اینکه رابطشون رو با قطر جور کردن با امارات هم که یکی از عوامل اصلی در واقع جنگ سوریه به خاطر اون مسئله لوله‌های نفتی و گازی که میخواست از اونجا بره هستیم و این نشون میده که اوضاع تا حد زیادی به ضرر رژیم ایران در حال چرخشه. این رو چگونه ارزیابی میکنه؟ یمن در واقع سمبل جنگ‌های نیابتی ایران و عربستانه، زمین این که خب به هر حال حوثی‌ها تاریخ طولانی دارن، قبل از اینکه ایران چیز بشه اونا حرکت خودشون کرده بودن، ولی به هر صورت ایران در این رابطه نقش بسیار مخربی داشته و در ادامه جنگ داخلی، از اون طرف هم عربستان، منافعی که هر کدوم دارن در رابطه با کنترل به اصطلاح عدن، بندر عدن و مسئله همون باب المندب، اینا دعوای تاریخی داشتن و این کارو چیز کردن و متاسفانه همطور که اشاره کردیم فاجعه انسانی بزرگی اونجا آفریده شده. بیش از 80% جمعیت 30 میلیونی یمن احتیاج به کمک‌های بشردوستانه دارن. قحطی، گرسنگی، مرض، اینا بیداد داره میکنه دیگه. اما در همین رابطه علارغم اینکه روسیه‌ها بارها عملیات به آرامکو کردن و اخیراً باز بهبادها و اینا به عربستان حمله کردن، اما ایران که پشتیبان اونا اصلی اونا هست در حال حاضر دچار مشکلات جدی هست. یکی از مشکلات اساسیش مسئله مالی هست. وضعیت مالی رژیم ایران طوری هست که مثل سالهای قبل نمیتونه چمدان ها پر کنه و حرکت بده به سمت نیروهای نیابتیش. بنابراین حوثی ها هم اینجا مشکل دارن و بیدلیل نیست. داره اولین بار آدم میبینه اینو که وقتی که ائتلاف عربستان رسما اعلام میکنه که برای ماه رمضان تو میشینن بحث کرده، هم جلسه کش خودتونم اشاره کردی، نشسته تمام احزاب و گروه ها منهای حوثی ها در اونجا و بالاخره قرار میذارن که ائتلاف عربستان با اونا قرار میذاره به درخواست سازمان ملل البته که در ماه رمضان یک آتش بسی اعلام بشه. حوثی ها میگن که تا محاصره پایان پیدا نکنه معنی نمیده آتش بس. این واقعیتیست. یعنی تا محاصره پیدا نکنه، تا پایان پیدا نکنه نمیتونن اونا مسئله آذوقه و مسائل دیگرشون رو حل بکنن. منتها سازمان ملل تمام همه‌غمش اینه که میگه که آتش بسی صورت بگیره که ما میتونیم کمک‌های بشردوستانه ببریم. حالا آیا این آتش بس صورت خواهد گرفت یا نه؟ ولی برای اولین باره که رژیم ایران با این فراغ بال میاد و آتش بس رو استقبال میکنه. یعنی نشون میده که وضعیتی که رژیم ایران در منطقه قرار داره وضعیت بسیار شکننده است. وقتی درست در مقطعی
رژیم ایران این مسئله رو میپذیره که نشست نقب در اسرائیل تشکیل شده، احساس خطر رو کاملا به یعنی کنار گوشی خودش احساس کرده، فهمیده قضایا چی هست، بنابراین آتش بس رو میپذیره، پذیرفته، و امیدوارم هستن که این بتونه با توجه به نشست هایی که بین عربستان و آمریکا و اینا هستش این به صلح بیانجامه. ولی فعلا وضعیت چشمانداز صلحی نیست، هرچند مذاکرات وجود داره، مذاکرات ادامه داره بین ائتلاف عربستان و حوثی‌ها در رابطه با مسئله صلح، بین آمریکا و حوثی‌ها در رابطه با مسئله صلح، و تمام تلاش اونا اینه که سرانجام ایران رو از اونجا پس بزنن. اگر بتونن ایران رو از یمن پس بزنن، یک کنترل یمن در دست عربستان و نیروهای طرفدار عربستان با سازش با حوثی‌ها خواهد شد، احتمالاً یه سازش اینطوری صورت خواهند داد. یعنی همه اینا الان در اونجا در حال بن‌بست هستن. ایران در منطقه، حالا یکی یکی میریم، در موضع ضعف قرار داره. اشاره کردید به مسئله بشار الاسد. در تمام مدت از جنگی که شروع شد تو این 10 سال گذشته، 11 سال گذشته، ایران به عنوان گوشت سربازان سپاهی ایران، به عنوان گوشت دم توپ اسد میرفتن جلو، نیروهای پیاده نظام روسیه میرفتن جلو و کشته میشدن. اما الان جنگ در اونجا تموم شده، یعنی به آرامش رسیده، نمیشه گفت تموم شده. در اینجا مسئله دوران بازسازی هست. ایران که خودش از وضع اقتصادی بحران به اصطلاح تاریخی خودش درگیر هست، در بازسازی سوریه کاری نمیتونه بکنه، امکانات اونطوری نداره. موقع جنگ آره نیرو نظامیه، برای کشته شدن آره نیرو داره، اما وقتی بخواد بازسازی بکنه سوریه رو، اونا حساب میکنن با چه پشتوانه میخوان امکانات بدن در ایران که بتونه مثلا حلب رو بازسازی بکنه، یا خود دمشق یا شهرهای دیگه، یا کارخانه ها و منافع. اینجاست که رو میارن به سمت آنجایی که پول هست، و چه بهتر که از شیخ نشینا آغاز بکنن. چرا؟ چون اولین دفتر و اولین سفارت خونم خود امارات اونجا انجام دادن. یعنی رفتن بشار الاسد به امارات معنی داره. یکی از معانی مهمش اینه که وضعیت جدیدی در خاورمیانه ایجاد شده. یعنی اگر هیچ کدوم از اونا نبود، فقط رفتن اسد هم بود، این بیانگر یک تغییر قوا، یک تغییر توازنی در منطقه بود. نشون میده که این تغییر توازن به ضرر ایران و به نفع عربستان و سایر کشورهای رقیب ایران است در منطقه. خب اگر این رو ما چیز کنیم، ببندیمش با مسئله نشست در واقع سازمان ژنو و در واقع اون نشست سازمان ملل و بریتانیا و آلمان و قطر و کشورهای به اصطلاح کمک کننده به افغانستان و تلاش دولت، یعنی تلاش طالبان برای به رسمیت شناخته شدن و این توافقی که در واقع شد که 2.4 میلیارد دلار به افغان به اصطلاح به افغانستان کمک بشه، در این حال که ما میبینیم که دولت طالبان همه رسانه‌های مستقل رو در حال بستن، تمام تشکل‌های زنان رو ممنوع کرده، تمام حضور زنان رو در بسیاری از جاها ممنوع کرده، زنان رو داره خانه نشین میکنه، دسترسی دخترها به آموزش رو کاملا منع کرده، ممنوع کرده. در این حال خب مردمی که نزدیک به 6 میلیون نفر از مردم افغانستان در حال در واقع نیاز به کمک‌های فوری اقتصادی دارن، جریانی شاید نزدیک به جریان یمن، هرچند مردمان یمن فراموش شدن به خاطر هم متحدین اصلیشون سعودی ها و اماراتی ها، اما افغانستان حداقل در چشمانداز رسانه‌ای هست و تا حدی رسانه ها بهش میپردازن. ولی نشان دهنده همه اینا نشان میده که
یک جریان بسیار فاجعه باری که توسط قطری ها و در واقع حمایت میشه و فرش قرمزی که قبلا ایالات متحده و بریتانیا زیر پای طالبان برای به قدرت رسیدن پهن کردن، نشون میده که قضیه به سادگی برای ایران هم رقم نخواهد خورد، چرا که چیزهای ضد شیعه‌گری، ضد ایرانی در میان طالبان بسیار بسیار قویه و تا حد زیادی نفوذ این رژیم ایران در اونجا هم به شدت بعد از سقوط دولت در واقع افغانستان میشه گفت که معلوم هست، کاملا عیان هست این ضعیف شدن حضور ایران در اونجا. این رو چگونه میشه دید و چقدر خصوصا برای این دولت‌های غربی، این دولت‌هایی که به اصطلاح مسئله حقوق بشر و مسائل دموکراسی و فلان اینها رو به این بهانه ها تا حد زیادی صحبت می‌کردند و از مسائل بشر دوستانه، یک بار همه چیز فراموش شده و حاضرن در واقع کاری بکنن در به اصطلاح افغانستانی که 20 میلیون نفر به قول نماینده سازمان ملل نیاز به کمک‌های فوری داره و خودشون هم میگن به قول خود همین نماینده سازمان ملل که طالبان همچنان عهد شکنه، گفته بود که مانع از تحصیل دختران نمیشه، گفته بود که مانع از حضور به اصطلاح زنان معلم، پزشک و کارمند نخواهد شد و پولا و چیزای زندگی اونها رو خواهد داد. اما در هر حال و علارغم 700 میلیون کرونی که تا حدی به افغانستان نروژ داده بود و جای دیگه داده بود، چیزی به مردم نرسیده، آن چیزی که رسیده جز محرومیت و واقعا فاجعه نبوده. ولی در هر حال معلومه که کشورهای غربی دارن میپذیرن، نه فقط غربی ها، خصوصا روس ها و چینی ها و حضور این دو رژیم استبدادی هم، اونا هم همه میسین که دارن میپذیرن که افغانستان باید کنار بیاد با مرگمی مردم افغانستان، با این نیروی وحشی. بله، عرض کنم حضورتون همونطور که اشاره کردید دو تا کنفرانس در رابطه با افغانستان در حال تشکیل شد. یکی همون که اشاره کردی انگلستان و قطر و کشورهای مختلف با دخالت سازمان ملل برای کمک به مردم افغانستان. این واقعیت که پس از اومدن طالبان محاصره اقتصادی که افغانستان شد به دلیل وضعیتی که طالبان داشتن، به دلیل مجموعی که الان روشنه برای همه، مردم افغانستان درگیر یک وضعیت ویژه وحشتناکی هستن. مشکل آذوقه است، مشکل به اصطلاح گرسنگی در افغانستان نه به اندازه یمن، چون یمن وضعیت ویژه‌ای داره، ولی بعد از یمن شاید میشه گفت افغانستان در چنین وضعیتی قرار داره. از طرف دیگه وضعیتی که این دولت طالبان یا امارت طالبان، امارت اسلامی طالبان ایجاد کرده، هیچ نیروی رابطه رسمی باش حاضر نیست برقرار بکنه. شروطی که همه دارن برای کمک دادن به افغانستان، طالبان اکت شرکت میکنه. مسئله مدارس دخترانش رو نگاه بکنین، این آخرین تیر ترکشی بود که رها کرد. باز هم داره از این به بعد مرتب مسئله زنان و دختران و تحصیلات و مسئله حقوق بشر اصلا برش مطرح نیست. جریان دقیقا اسلامی همچون جمهوری اسلامی ایران که سالها سال ما این نمونه هاشو دیدیم، متابع مراتب در بعضی عرصه حتی عقبتر. و اگر توجه بکنید تمام اون کشورهایی که جمع شدن، قطر و کشورهایی که زیر بلیت سازمان ملل جمع شدن، همش 204 میلیارد دلار تعهد کردن برای به اصطلاح چیز برای افغانستان. پولی ندادن که، نمیخوان هم بدن. بهانه‌شون این بود که اون رعایت نمی‌کنه اون چیزی که ما می‌خوایم. قبلی رو دادن. همین دیگه. اینا
و قول معروف چیزی نمیباسه بره. در رابطه با چین، نشستی که در رابطه درباره افغانستان شد، نشستی که گذاشتن که از کشورهای همسایه افغانستان، از خود چین و ایران و پاکستان و تاجیکستان و ترکمنستان و ازبکستان و حتی اندونزی و قطر هم شرکت داره، همه اینا روسیه، همه اینا شرکت کردن، ولی تا کنون چیزی که به عنوان کمک به مردم افغانستان بشه اعلام نشده. دستاورد این کنفرانس معلوم نیست چیه. هم‌آغم این کنفرانس اینه که یک دولت فراگیری در، چون سومین نشست هست دیگه، دولت فراگیری در افغانستان ایجاد بشه. به همین دلیل امیر متقی از طالبان هم دعوت کردن در این کنفرانس شرکت کنه، ولی اونا که تا حالا در سومین کنفرانس کوتاه نمیدن و دولت فراگیرشون میگن همین لویجرگه تشکیل بشه، باز از خودشون و از خودشون دوباره از دولت تشکیل میگن که ما خب هم پشتو هستیم، هم تاجیک هستیم، هم فلان فراگیر هستیم. قدرت اونا در افغانستان در دست گرفتن، تحت هیچ شرایطی پیش نمیرن. چرا چین این کارو میکنه؟ چین به دو دلیل، یکی با هدف منافع استراتژیکی که داره میخواد رابطه رو با افغانستان نرمال کنه، ولی نمیخواد تغییرات جدی ایجاد بکنه. برای چین مهم نیست که مردم افغانستان چه بلایی سرشون میاد. سیاستی که چین داره به عهده به اصطلاح پیش میبره در تمام جهان، مهم نیست که مردم به نفع اونا هست یا به ضرر اونا. در رابطه با منافع استراتژیکی تو افغانستان داره، در رابطه با جاده ابریشم، در رابطه با سرمایه گذاری هایی که در منابع زیرزمینی اساسی داره، اون براش مهمه. و از این طریق است که سعی میکنه با همکاری این کشورها مجموعا یه جور افغانستان رو بقبولونه با همین وضعیتی که داره. فشار برای تغییر سیستمی در افغانستان ایجاد نمیکنه و نمیاره. میخواد همه رو قانع کنه به این وضعیت. و این کشورهایی هم که دعوت کرده همشون کشورهایی که خودشون دچار بلا و مشکلات اینطوری هستن. البته چین در این وضعیت جدید میخواد احساس قدر قدرتی هم اعلام کنه. میخواد بر واقع به قد علم کنه تو این شرایطی که پس از جنگ اوکراین هست در رابطه با آمریکا و اینا. و به همین دلیل که میاد یه نشستی هم ایجاد میکنه بین نمایندگان خودش و روسیه و آمریکا و پاکستان و هند. هند هم دعوت میکنن توی قضیه قراره. ولی به هر حال در حال حاضر همون نمایندگان چین و روسیه و آمریکا و پاکستان. یعنی چین تمام تلاش اینه که قدرت‌های منطقه، چه قدرت اقتصادی، چه قدرت سیاسی، چه قدرت نظامی رو با هم چیکار بکنه، جمع بکنه در مقابل آمریکا و بتونه در این توازن قوایی که در سطح بین‌المللی ایجاد میشه خودش رو محکم نگه داره. بنابراین در از کنفرانس چین هم نشسته، چین هم درباره افغانستان چیزی بیرون نخواهد آمد جز اینکه بتونن رابطه با طالبان رو نرمالیزه بکنن. کار دیگری نمیتونن بکنن. مسئله دیگه که در رابطه با ایران خیلی مهمه مسئله عراق هست. بعد از افغانستان، البته همطور که عرض کردن، افغانستان چیزی به ایران در واقع پیشرفتی در افغانستان نخواهد کرد. حتی مسئله هیرمند رو حل نخواهد شد. چون اشاره کردی، به درستی اشاره کردی، جریاناتی که در افغانستان هستن، گرایشاتی در افغانستان هستن، گرایشاتی که شیعه کش هستن، شیعه های درون خود افغانستان رو بیکشن، حالا هرچقدر در سر فشارهای بین المللی فعلا متوقف کردن، در رابطه با ایران کوتاه نخواهند اومد. اون داعش خراسان که اونجا هست و حضور داره، وجود داره، این تو بیکاری خواهند شد. یعنی اگر طالبان در وضعیتی قرار بگیرن که بتونن مرحله تثبیت برسن، بیشک یکی از مناطق درگیریشون در مرز ایرانه. افغانستان به اصطلاح خراسان بزرگ رو میخوان. خراسان بزرگ هم خراسان هست و بخشای مهمی از افغانستان. اونا ادعا خواهند کرد. حالا اون ادعا بسیاری به شرایط که من میگم در واقع تخیله.
چون اونا معلوم نیست بتونم چیزی در هر حال موقعیت، یعنی واقعیت اینه که موقعیت بحرانی مردم افغانستان در واقع تشدید خواهد شد. یه موقعیتیه که زنان بیشتر محروم میشن، این محرومیت های وحشتناک اقتصادی و اینها با واسطه در واقع جنگ اوکراین، بحران سرمایه‌داری جهانی و ناتوانی دولت‌ها در برخورد با این، و اساساً تمرکزی که در جنگ اوکراین و حوادث اون و هزینه‌های سنگینی که بر اقتصادها حاکم شده، بالا رفتن قیمت در واقع سوخت و انرژی تا حد زیادی بسیاری از دولت‌ها رو ناتوان می‌کنه از حتی پرداخت کمک‌های مشخصی که در واقع به خیلی از جاهای دیگه دارد تحت نفوذ، چه برسه به افغانستان. تا حدی میشه گفت کمک‌هایی خواهد شد، اما آن چیزی که هست بحران انسانی در افغانستان قطعا تشدید میشه، و این بحران هم مسئله بحران مهاجرت رو دامن خواهد زد و هم بحران انسانی رو در این کشور که به واسطه رژیم بسیار فاشیستی اسلامی میخواد همه اون جنایت هایی رو که در دو دهه پیش در واقع به اجرا در آورده بود، اون رو با شکل وحشتناکتری با توجه به سلاح‌های برجان مانده از ارتش ایالات متحده و ناتو در واقع پیش ببره، و قطعا میشه گفت حداقل در به طور موقت در کوتاه مدت پیروزی های بزرگی رو تا الان به دست آورده و میتونه در سرکوب اپوزیسیون پیش بره، و این قطعا به نفع نه فقط نیروی ترقی خواه افغانستان و کل منطقه ما نیست، و متاسفانه این روند مورد حمایت چین و روسیه و پاکستان و بسیاری از کشورهای منطقه هست. در این حال ایران از زاویه کشورهای در واقع ناتوی عربی اسرائیلی زیر فشار خواهد بود. بحران تازه است، قطعا مسئله عراق و بحران همچنان بحران برجای مانده از آن انتخابات گذشته همچنان برجاست. متاسفانه زمان کافی نیست، ما حتما باید به این مسئله عراق و چشماندازهای حرکت‌های سیاسی در عراق و کردستان برخورد کنیم، نگاهی کنیم به اون قضیه، اونم تأثیرات به این جریان اوضاع سیاسی در عراق هم تأثیرات بسیاری در مسائل ایران خواهد داشت، همونطور که جنگ اوکراین تأثیرات بسیاری روی مسائل نه فقط جهان بلکه خصوصا در مورد ایران هم خواهد داشت، و باید این رو بذاریم به گفتگوی سیاسی دیگری که حتما با شما خواهیم داشت در هفته آینده. درود بر تو ابراهیم آبخ عزیز. سپاس از شما علی جان.